حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین اتریش با ما همراه هستن. خیلی خوش آمدید آقای نایب هاشم. تنها در 6 ماه اول سال میلادی 251 نفر در ایران اعدام شدن، 55 نفر فقط در اردیبهشت ماه اعدام شدن که یه رکورد بوده در چند سال اخیر. چرا تعداد اعدامی ها در ایران اینقدر بالاست؟ این اعدام ها با چه عناوینی داره صورت میگیره؟ با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، این اعدام ها از این نظر بالاست، هم به طور خاص هم به طور عام. خاص از این جهت که در هفته ها و ماه های اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی به طور مشخص کل حاکمیت از طریق قوه قضاییه و قوه قضاییه از طریق قضات خودش، چه قضاتی که حکم صادر میکنن در دادگاه های مختلف جمهوری اسلامی و قضات اجرای احکام، تصمیم گرفته که احکام بیشتری رو صادر کنه، احکام بیشتری اعدام رو صادر کنه و از اون طرف هم کسانی که در صف اعدام هستن مجازات بشن، یعنی اعدام بشن. بنابراین به خاطر این دو موضوع شاهد هستیم که میزان اعدام ها بالا هست به طور خاص در ماه های اخیر، در هفته های اخیر، ولی علاوه بر اون کل نظام قضایی جمهوری اسلامی باعث میشه که خب میزان اعدام ها بالا باشه. ما در این گزارش جاوید رحمان میبینیم که در واقع یک ارجاع کرده به کمیته حقوق بشر، کمیته‌ای که مربوط به حقوق مدنی و سیاسی هست، و اونها به طور مشخص گفتن که در سال 1354، سال 1354 که این میثاق تصویب شده در مجلس این ایران و اون موقع 4-5 مورد بوده که اعدام صورت میگرفته، الان بعد از انقلاب ما حدود 80 مورد داریم که مجازات اعدام داره و به خاطر همین میبینیم که موارد مختلفی در سالهای اخیر شاهد بودیم، کسی برای چندمین بار مشروب خورده و اعدام شده. همین در اردیبهشت ما شاهد این بودیم که دو نفر همجنسگرا به جرم در واقع لواط اعدام شدن و به هر حال با همچین پدیده مواجه هستیم. مسائلی که در کشورهای دنیا به هیچ وجه جرم تلقی نمیشه، در جمهوری اسلامی جرم تلقی میشه و میتونه جرم اعدام داشته باشه. مواردی که گفتید، خب مسائلی مثل مواد مخدر، جرایم مربوط به مواد مخدر این اواخر گسترش پیدا کرده اعدامش، و در این حال خب خیلی از مسائل داریم که یک احکام در واقع مبهمی هستن، مثل افساد فی الارض، مثل بغی، مثل محاربه، که بر مبنای اون جمهوری اسلامی حکم اعدام میده. خیلی از موارد اعدام هم بر مبنای اعترافات اجباری هست. کسانی که مواد مخدر به عنوان جرم مواد مخدر اعدام میشن، ممکنه خیلی از اونها اساسا در این ارتباط اقدامی نکرده باشن. بعضی از اونها گفته میشه که جرائم سیاسی دارن، به خصوص در مناطق مثل بلوچستان، کردستان، و ولیکن راحت تر هستش به عنوان مواد مخدر اونها رو اعدام بکنن و خیلی موقع پرونده سازی میکنن در ارتباط. به طور کلی اینکه این همه موارد زیاد مجازات اعدام داره باعث میشه که خب از این نظرم اعدام زیاد صورت بگیره. خیلی کوتاه فرصت داریم، سازمان عفو بین الملل هم یه فراخوانی داده، خواستار اقدام فوری در ارتباط با نقض حقوق بهائیان در ایران شده. فکر میکنید که این فشارهای بین المللی چقدر تاثیر داره؟ چطور میتونه اقدامی فوری و تاثیرگذار باشه؟ خب اقدام فوری یعنی اینکه همه مدافعان حقوق بشر در این رابطه اقدام بکنن. اینکه تاثیر فوری داشته باشه شاید تاثیر فوری نداشته باشه، ولی کن به طور مشخص اون مطلبی رو که ما سالها، ده ها سال میشه گفت مطرح کردیم، که در هر مذاکره ای مسئله حقوق بشر مطرح باشه و در اولویت قرار بگیره، در همین گزارش روز به اون پیشنهادهایی که جاوید رحمان داده هست به طور مشخص در همه مذاکرات، از جمله همین مذاکرات برجام که جاری هست، مسئله حقوق بشر باید مطرح بشه، از حداقل در رابطه با مسئله گروگان ها، ولی به طور کلی اگر که حقوق بشر در رأس قرار بگیره، بسیاری از این مشکلاتی که وجود داره میتونه خیلی راحت تر حل بشه. سپاسگزارم از شما، همراه بودیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین اتریش.